ما دوباره یک ترازو را داریم و یک مقدار حجم در سمت چپ و یک مقدار در سمت راست قرار دارد و می بینیم که ترازو تمامش برقرار شده است حجم هایی که در هر دو کفه ترازو قرار دارد با هم مساوی هست و به جای علام علامه نمودن علامه سوال روی وزن که اینجا روی اکس نامگذاری کردیم و روی همه اینها اکس نوشته کردیم و میدونیم که اینها دارای حجم یکسان است ولی چیزی که فکر مرا مشغول کرده است این هست که حجم چه هست حجم هر یک از این وزن که اینجاست چقدر است؟ فکر می کنم می توانید جواب ارائه کنید. بیایید برای چند لحظه ای در این مورد فکر کنیم. چگونه دریافت خواهید نمود؟ در واقع قیمت این x چقدر خواهد بود؟ و چند کیلوگرم وزن هر یک این خواهد شد؟ شما چه کار میکنید؟ با این وزنهای هر دو کفه ترازو چند ثانیه برایتان وقت میدهم که در این مورد فکر کنید. حتما برای جواب دادن به آن دوچار مشکل شده اید به حال خب اگر برای ما فقط یک وزنه در سمت چپ باقی بماند و هنوز هم ترازو در حالت تعادل قرار داشته باشد به این معنی است که این مساوی وزنه می شود که در سمت راست قرار دارد و این شکل ترازو کاملا درست و برابر است حالا در سمت چپ برای ما فقط یک زا یک وزنه باقی مانده است حتما میگویید که چرا دو تای دیگر آن را پاک نکنیم حتما میگویید که آن را پاک کنیم بگذارید به خاطر حذف نمودن از رنگ دیگری کار بگیرم چرا این یکی و این یکی را حذف نکنم و حالا در این سمت فقط یک وزنه باقی مانده است ولی اگر این دو را حذف بکنم سمت چپ وزنش کم می شود و ها یا هم وزنش کاهش می نسبت به وزنی که در سمت راست قرار دارد و کفه ترازوی سمت راست پایین میاد و سمت چپ بالا می رود حالا حتما شما می گوید بله ما فهمیدیم هر کار را که در سمت چپ انجام دادیم همان کار را باید در سمت راست نیز انجام بدهیم تا اینها در حالت تعادل داشته باشیم حالا حتما فکر کنید که خب چرا دو وزن را سمت راست حذف نکنم ولی این نیز یک مشکل است خاطر که نمیدانیم که چقدر وزن دارد میتوانید دو آن را حذف بکنید ولی چند تا از این بلوک ها اندازه یک وزنه است دقیقا ما نمیدانیم حالا حتما میگویید خب میبینیم ما سه تا از این وزنه اینجا داریم اگر ما وزنه هایی که اینجا داریم ضرب یک بر بکنیم و یا اگر با یک بر این وزن باقی بماند آن وقت است که ترازو در حالت تعادل در می آید اگر حجم هر دوی اینها مساوی باشد پس یک بر این وزن مساوی می شود با یک بر سه وزن دیگری خب به کار ما ادامه می دهیم پس این معادل یکدیگر خواهد شد اگر ضرب یک بر سه بکنیم اگر قرار باشد که فقط یک بر سه حصه آن را داشته باشیم برای ما فقط یک وزنه باقی خواهد ماند اگر ما فقط یک بر سه داشته باشیم ببینید ما یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو وزنه را اینجا داریم اگر ما آن را با یک بر سه ضرب بکنیم و یا فقط یک بر سه حصه آن را داشته باشیم می شود که یک بر سه ضرب در نو مساوی است به سه این را پاک بکنیم حالا ما یک بار سه, سه چیزی را داریم که در حقیقت در سمت راست داشتیم و یک بار سه, سه چیزی که در سمت چپ است حالا به شکل تعادل خواهد بود خاطر که ما یک بر سه سه آن را حذف کردیم حالا برای ما فقط یک کفه ترازو معلوم است این x که اینجاست x هر چیزی که باشد شما سه کیلوگرم را در طرف راست داشتید و حالا می توانید که نتیجه گیری بکنید تمام وقت شما این را در حالت تعادل داشتید به x مساوی است به 3